راه حق جستن و از دهه نزول قرآن با حضور پررنگ زنان اینجا در کابل گرامی داشت می شود. این زنان می گویند حضور آنان در این گرد همایی بیانگر مبارزات پیهم آنان و برنگشتن به عقب است. به باور آنان باید به زنان حق آموزش و کار داده شود، زیرا زنانی که می آموزند می توانند همانند دوره های نخست اسلام در مذاکرات صلح شرکت کنند تا بتوانند از حقوقشان دفاع نمایند. از صلح صحبت می کنیم، از انکشاف صحبت می کنیم. آیا ما یک پیشتاز و رهبر به نام ام سلمه نداشتیم که در صلح حدیبیه چقدر یک رول مؤثر و چقدر یک رول کارا داشت تا صلح برقرار شود؟ وزیر ارشاد حج اوقاف در حالی که اجماع زنان را در شرایط کنونی مهم می‌داند می‌گوید در صدها مدرسه دینی هزاران زن و دختر سرگرم آموزش هستند. به برکت قرآن از روز هم تجلیل می‌کنیم، از مکان، زمان، شخصیت و انسانی که با این قرآن خدمت کرده و یا هم محبت خود را نشان داده اونها را تقدیر میکنیم. شرکت کنندگان این گرد همایی نگران آینده زنان در دوره پساصلح هستند و میگویند باید صلح بیاید که پایان دستاوردهای آنان نباشد. زنانی که در اونجا حضور دارن به شکل عالی و به شکل احسنش بتونن از وجود ما زنها دفاع بکنن، از زنهای غم دیده دفاع بکنن، از زنهایی که رنج کشیدن دفاع بکنن. در همین حال مسابقات سراسری حسن تلاوت قرآن که در سراسر کشور راه اندازی شده است در کابل برگزار شد. در این برنامه 2000 قاری زن و مرد با هم رقابت داشتند و 12 تن آن به مرحله نهایی راه خواهند یافت. مقام ولایت ننگرهار و در سطح زون از او جمع ایجا اول نمره آمدیم و امید داریم از خداوند جل شانه که بعد هم امیتو مسابقه را ببریم. در سه روز این با هم به رقابت میپردازند و از هر بخش از این سه تن باز اول دوم و سوم برگزیده میشه، یعنی جمعا 12 نفر انتخاب میشه. زنان افغان میگویند که نقش آنان نباید در پروسه صلح نمادین باشد، زیرا زنان قربانی های زیادی در چندین سال دادند. به گفته این زنان هیچ چیز نمیتواند مانع کار، آموزش و حضور آنان در جامعه شود.